واکنش تند کرزی و اسماعیل خان با غنی و آمریکا. این واکنش کرزی در پایان است که آمریکایی‌ها مهر تاییدشان را بر ریاست جمهوری غنی زدند و این تایید با اشتراک خلیلزاد در مراسم تحلیف غنی آغاز و با پیام تبریکی پومپئو و ترامپ تکمیل شد. ولی دکتر عبدالله طرحی برای بیرون رفتن از این بحران را پیشنهاد کرده که مورد قبول رئیس جمهور غنی نیست. در این طرح آمده که نخست وزیر اجرایی 60% از مقام‌های حکومتی و شمول وزیران، سفیران، والیها و رؤسای مستقل را معرفی می‌کند. اما رئیس جمهور که در رأس سه قوا قرار دارد 40% مقام‌های حکومتی را معرفی می‌کند. رئیس جمهور غنی به هیچ وجه نمیخواهد که بعد دکتر عبدالله مقام اجرایی در حکومتش را بدهد و میگوید که 40% سهم را به تیم عبدالله میدهم و عبدالله را در حکومت شریک نمیکنم. در پای این اتفاقات حامد کرزی که به یکی از مخالفان جدی غنی و آمریکا در این روزها تبدیل شده است گفته است که وضعیت نگران کننده کنونی کشور نتیجه سیاست و عملکرد تحقیرآمیز و تفرق افکنانه ایالات متحده آمریکا در برابر مردم افغانستان است. اثبات این ادعا در اعلامیه شب گذشته وزارت امور خارجه آمریکا در مورد مراسم تحلیف دوگانه در تاریخ 19 اوت می باشد. در صورتی که ایالات متحده آمریکا حقیقتاً خواهان حل بحران به وجود آمده می بود، می توانست با اقدام سازنده و به موقع قبل از برگزاری مراسم تحلیف مانع تفرقه و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از آن شود. من در تمامی ملاقات‌های چند ماه اخیر که با مقامات آمریکا به خصوص نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان داشتم، نگرانی عمیق خود را از عدم صداقت و شفافیت عمل کردن در کشور مورد چگونگی پیشبرد پروسه انتخابات و بخشی از روند صلح ابراز داشته و تکرار تاکید نمودم که باید نتیجه انتخابات و گفتگوهای صلح منجر به تحکیم وحدت ملی و سلامت کشور شده و همچنین باعث ثبات و ایجاد یک حکومت مشروع و مقتدر ملی شود. وضعیت کنونی ایجاب می کند که ما مردم افغانستان با اتحاد و هوشیاری تمام و با اشتراک مساعی در خونسا نمودن دسایس خارجی که سلامت، ثبات و وحدت ملی کشور را تهدید می کند، یک جا اخذ موقف نموده افغانستان عزیزمان را نجات دهیم. طوری که در ادوار تاریخ ثابت شده که مطمئنیم که مردم عزیز کشور باز هم از این بحران سربلند و سرافراز بیرون خواهند شد. و محمد اسماعیل خان درباره حکومت غنی میگوید که این دولت 5 ساله نیست و به زودی با آمدن طالبان باید دولت جدید شکل بگیره و قانون اساسی تغییر کند. این گفته های اسماعیل خان و کرزی در حالی هست که دولت تازه و رهبری غنی در حال تهیه لیست اشخاص مذاکره کننده با طالبان می باشد.